یک دو سه یک دو سه امتحان میشه چه سیمکارتی بگیرم؟ آیفون فلان رو چطور قسطی بگیرم؟ من چرا از یه اپراتور متفرقه استفاده میکنم و چطور ارزون ترش کردم؟ تو این ویدیو به این سوال جواب میدم سلام من احسان مؤسس ها مهاجرها یه وبسایت پرسش و پاسخ درباره مهاجره یه چیزی که از مدت ها قبل میخواستم دربارش حرف بزنم بحث سیم کارت و اشتراک موبایل تو استرالیاست. این یکی از اون اولین چیزاییه که به محض ورود لازمتونه اگر مدت هاست که اینجا یه سری روش معرفی میکنم که از طریقش تو هزینه موبایلتون صرفه میشه همونطور که من اخیرا اشتراک خط موبایلمو از چیزی که بود ارزون کردم مثل همیشه این ویدیو رو به بخش‌های مختلف تقسیم کردم از طریق تایملاین میتونید اونا رو چک کنید اگه موضوعی هست که میدونید و میتونید ازش بگذرید حالا اول از همه درباره انواع اشتراک خط موبایل میگم به طور کلی واسه سیم کارت یا اشتراک خط موبایل دو حالت پید یا پست پید هست یعنی پیش پرداخت شده یا پس پرداخت شده همونطور که از اسمشون پیداست حالت پریپید اینطوریه که از قبل یه مبلغی رو پرداخت میکنید و به ازاش یه کردیت یا اعتباری بهتون تعلق میگیره و میتونید استفاده کنید برای اینکه این قشنگ واسهتون جا بیفته با رسم شکل نشونتون میدم مثلا این وبسایت آپتوس یکی از معتبرترین اپراتورهای موبایل تو استرالیا این قسمت فقط واسه سیم کارتای پری پایده. یعنی اینطوریه که گوشی از خودتونه و فقط باید هزینه سیم کارت رو بدید اگه برم پایین اینجا کلی آپشن داره اینا هر چند وقت یه بار به روز میشه لینکش رو میگذارم تو بخش توضیحات که خودتون چکش کنید مثلا ارزون ترینش این پلن سی دلاریه که بهتون 40 گیگ دیتا میده و به طور نامحدود میتونید داخل استرالیا اس و تماس تلفنی داشته باشید حتی میتونید به طور نامحدود با 15 تا کشور خارجی تماس تلفنی داشته باشید که در اغلب موارد متاسفانه ایران جزشون نیست مسئله دیگه اینه که اگه دوباره برگردیم به اون صفحه این نو پلان تاریخ انقضا داره مثلا این حالتی که نشون دادم 28 روزه است حالت یه ساله یا به قولی لانگ اکسپایری هم داره که اگه فکر میکنید زیاد استفاده نمیکنید ممکنه خیلی به دردتون بخوره پس واسه جنبندی پری پیدا یه سری مزایا و معایب داره مزایاش اینا سادگی اینطوریه که میتونید سیم کارت رو از فرودگاه یا سوپرمارکت بخرید. فعال سازی یا اکتیویت کردنش هم خیلی ساده است. قرارداد یا کانترکت خاصی هم نداره. هر وقت خواستید میتونید بیخیالش بشید. به همین خاطر واسه اونایی که میپرسن رسیدیم استرالیا چه سیم کارتی بگیریم، من همیشه پریپید پی رو پیشنهاد میدم. این موقتیه جایی که افتادید میتونید حالت قراردادی که در میگم رو در نظر بگیرید. هزینه کمتر اینو از این بابت میگم که چون از قبل هزینهشو رو دادید از نظر مالی بهتر میتونید برنامه‌ریزی کنید مثلا فرض کنید که اگه به هر دلیلی توی ما تماستون زیاد شده یا اینترنت زیاد مصرف کردید در بدترین حالت دیگه اشتراکتون رو قطع میکنن اینطوری ای نیست که دیگه بیشتر از چیزی که پرداخت کردید به قول خارجی یا شارژتون کنن اما معایبش اینا تاریخ انقضا همونطوری که نشونتون دادم این پلن معمولا تاریخ انقضای محدودی داره مثلا در حالت عادی اون دیتای باقی مونده که مصرف نکردید بعد از تاریخ انقضا مثلا 28 روز میسوزه اعتبار محدود اینجور پلنا معمولاً معمولا در مقایسه با که در ادامه میگم نسبت به هزینه که میدید اعتبار کمتری میگیرید حالا این پریپید بود حالت دیگه که وجود داره پوست که هم ماه به ماه بدون قرارداد هم قرار دادی. تو حالت قراردادی علاوه بر سیم کارت میتونید یک گوشی و هم قسطی بخرید خیلی پیچیده شد قربان شما خداحافظ نه دیگه داری پیچیدهش میکنه دیگه اول پریپید رو میگی بعد پوست پی... ب... بریم اینو با رسم شکل نشونتون بدم این صفحه ای اشتراک پوست پید فقط واسه سیم کارت اگه برم پایین تر ارزون ترین حالتش اینه به طور ماه به ماه به ازای 45 دلار بهتون 20 گیگ دیتا میدن و به طور نامحدود میتونید داخل استرالیا اسمس و تماس تلفنی داشته باشید حالت های گرون ترش هم اینجاست اما اگه بخواید به غیر سیم کارت یه گوشی قسطی هم بخرید سیستمش چطوریه این حالت دیگه حتما قرار دادیه بریم یه نمونه رو بهتون نشون بدم این صفحه‌ای که لینکشو رو میگذارم تو بخش توضیحات فهرست گوشیایی که آپتوس داره مثلا این اولی آیفون 12 و مینیه هزینه ماهانش هست 19 دلار و 40 سنت قرارداد و6 ماهه گوشی های دیگر رو هم اینجا میبینید اگه مثلا همون آیفون 12 رو انتخاب کنم مرحله بعد انتخاب رنگش ظرفیتش و مدت زمان قرار دادشه قاعدتا هرچی مدت زمان قرارداد کمتر باشه معمولا بهره کمتری میدید اما از اون طرف باز پرداخت ماهانتون بیشتره اینجا هم گفته که این مبلغ با اعتصاب تخفیف بلک فرایدی یعنی 300 دلار ارزونتر از قیمت گوشی که به نظرم خیلی تخفیف خوبیه این چیزی که دیدید فقط هزینه گوشی بود علاوه بر اون باعث سیم کارت هم بگیرید که الان در ادامه نشونتون میدم تو همین صفحه ای که بودیم اگه روی select device and proceed کلیک کنم اینجا نوع اشتراک سیم کارت رو باید انتخاب کنم مثلا همین اولی رو انتخاب میکنم این پایین کل هزینه رو محاسبه کرده که میشه ماهی 64 دلار رو 40 سنت برای 36 ماه اگه جمعندی داشته باشم مزیت این حالت اینه که به طور قسطی صاحب گوشی میشید گاهی ممکنه یه تخفیف وجود داشته باشه که هزینه گوشی و خط موبایل براتون به صرفه در بیاد معایبش اینه که برای یه مدت طولانی قرارداد بستید و گاهی اوقات واسه فسخش یه هزینه اضافی باید بدید به علاوه این که اگه ویزاتون موقته مثلا فقط 6 ماه اعتبار داره ممکنه باهاتون قرارداد نبندن ای با آخرش اینه که گای ممکنه به خاطر بهره ای که میدید هزینهش براتون گرون در بیاد حالا اینا رو که میدونید میتونید وبسایت شرکت های بزرگ دیگه مثل تلسرا یا ودافون هم چک کنید اینا خیلی شرکت های شناخته شده و قدیمی هن. یه سری شرکت دیگه هستن که ممکنه کیفیت یا پشتیبانی از مشتریشون محدود باشه اما هزینهشون کمتره این شرکت ها معمولا سرویسشون رو از اون سه تا شرکت بزرگ آپتوس تلسرا یا ودافون میگیرن اگه بخوام مثال بزنم مثل ام ای سیم یا ال دی موبایل لینک همه اینا رو میذارم تو بخش توضیحات اما قبل اینکه وارد بخش بعدی این ویدیو بشیم اینو بگم که من هر هفته حداقل یه ویدیو درباره مهاجرت و زندگی در استرالیا منتشر میکنم اگه به این جور موضوعات علاقمند نیستید این کانال رو سابسکرایب نکنید اون ماس ماسک رو هم نزنید که واسه ویدیوهای جدید نوتیفیکیشن نگیرید حالا بریم توضیح بدم که من از چه اپراتوری استفاده میکنم و چرا اولش اینو بگم که من تقریبا از همین شرکت هایی که گفتم استفاده کردم اما در حال حاضر با یه اپراتور متفرقم که متعلق به برند معروف وولورثه وولورث های بزرگ و زنجیره‌ای هستن تو استرالیا که خدمات جانبی هم دارن مثل بیمه یا همین موبایل که من ازشون استفاده میکنم بریم یه کوچولو وبسایتشون رو نشونتون بدم خب این وبسایت وولورث موبایله اگه برم روی این منوی پلانز اینجا حالت های مختلف رو فهرست کرده مثلا روی این حالت سیمونلی کلیک میکنم همونطوری که میبینید ارزون ترینش 25 دلار ماهانه است که بهتون 20 گیگ دیتا میده اگر روی شو دیتیلز کلیک کنم اطلاعات بیشتر رو میبینید مثلا تماس و اسمس نامحدود داره قسمت جالبش اینه که دیتایی که هر ماه استفاده نمیکنید جمع میشه و حداکثر تا 300 گیگ میتونید ذخیره کنید که بهش میگن دیتا بنک جالب بدونید که من تا همین چند وقت پیش داشتم ماهانه 30 دلار فقط واسه 18 گیگ میدادم دیتا بنک من فقط 100 گیگ بود حین آماده سازی این ویدیو به این پلن برخوردم و اشتراکم عوض کردم اما سوال اینه که چرا از این اپراتور استفاده میکنم اولیش اینه که به خاطر کرونا مدت هاست که دیگه از خونه کار میکنم اینترنت خونه نامحدوده به خاطر قرنطینه های طولانی و محدودیت ها جای خاصی نمیشد رفت به همین خاطر به دیتای خیلی زیادی احتیاج ندارم مورد مهم دیگه اینه که ما تقریبا همه خریدامونو از وولورت انجام میدیم و با داشتن اشتراک موبایلش هر ماه واسه یه بار ده درصد تخفیف خرید میگیریم اینجا هم نوشته 10% off one shop every month به همین خاطر این اپراتور رو انتخاب کردم البته ناگفته نمونه که حس میکنم آنتنده ایش به خوبی آپتوس اپراتور خانم آرت دایرکتر نیست اما بازم به نظرم ارزشه شده داره خب امیدوارم این چیزایی که گفتم براتون مفید بوده باشه ممنون میشم که اینو لایک کنید یا با دوستاتون به اشتراک بگذارید اگه سوالی دارید اونو حتما تو بخش نظرات بپرسید من تک تک نظراتو میخونم و تا جایی ممکن جواب میدم به حال ممنون که تا اینجا همراهی کردید تا ویدئوی بعدی داری پیچیدش میکنی اول میگی پست پید و بعد میگی پری پید